تشییع جنازه ها مراسمی آینی و مذهبی و بیشتر احساسی هستند، اما خیلی وقتها بار سیاسی و اجتماعیشون قوی تر میشه و توی تشییع جنازه فقط نزدیکان متوفا نیستن که شرکت میکنن، بلکه جمعیت عظیمی با اون همراه میشن و اون رو به یک حرکت تاریخی تبدیل میکنن. رکورد تشییع جنازه ها توی تاریخ ایران رو افرادی از طیف‌های متفاوتی به خودشون اختصاص دادن. افرادی چون ناصرالدین شاه و رضا شاه و خمینی تا خواننده‌هایی مثل مهوش و بازیگرایی مثل فردین، افرادی مثل تختی شاملو تا این اواخر فردی به نام قاسم سلیمانی که نه تنها رکورد تشییع جنازه های ایران رو شکسته، بلکه رکورددار شلوغ‌ترین تشییع جنازه دنیا هم هست. برای شنیدن این ویدیو تا انتها با ما همراه باشید، ولی قبل از اون حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. تشییع جنازه ناصرالدین شاه یکی از تشییع جنازه های باشکوهی هست که توی سال 1275 بعد از کشته شدنش به دست میرزا رضای کرمانی انجام شد. البته ممکنه تشییع جنازه های شلوغی هم داشتیم، ولی این اولین تشییع جنازه ایه که مستند شده و عکس برداری شده. نفر بعدی رضا شاهه که در مرداد 1323 در حالی که در آفریقای جنوبی در تبعید بوده فوت میکنه و پیکرش رو به مصر میبرند و اونجا امانت میذارن. در اردیبهشت 1329 یعنی 6 سال بعد به وسیله هواپیما به ایران میاد و در شهر ری در مقبره مخصوصش به خاک سپرده میشه. مقبره‌ای که بعدها به دست صادق خلخالی و انقلابی ها تخریب میشه و در اعتراضات دیماه 96 جسد مومیایی در شهر ری پیدا میشه که گفته میشه جسد مومیایی رضا شاه. یکی از شلوغ‌ترین تشییع جنازه‌های تاریخ ایران حدود 10 سال بعد انجام میشه برای خواننده‌ای به نام مهوش که یک خواننده عامیانه یا کوچه بازاری ایران بوده، ولی طرفدارای خیلی زیادی از میان لات و الواتای تهران و مردم عامی پیدا کرده بوده. خواننده‌ای که یکی از پولسازترین خواننده‌های تاریخ ایران هم بوده و در حال رانندگی در یکی از خیابون‌های تهران در تصادف با یک تاکسی در اوج جوانی و محبوبیت جون خودش رو از دست میده. گفته میشه که بیش از 100,000 نفر توی مراسم شرکت کردند و حتی توی شهرهای مختلف ایران هم براش مراسم گرفتند. تشییع جنازه مهوش با این داستان تو تاریخ میاد که هجوم جمعیت تشییع کننده دیوارهای قبرستان ابن بابویه رو میشکنه. تشییع جنازه بعدی مربوط به غلامرضا تختیه که در سال 1346 در اثر یک مرگ جنجالی و مشکوک در میگذره. مرگی که بسیار پر ابهام بوده و در 35 سالگی در اوج شهرت و محبوبیت این ورزشکار اتفاق میفته. این اتفاق با فاصله کمی از درگذشت ناگهانی فروغ فرخزاد بوده که شاعرها و نویسنده های زیادی رو دور خودش جمع کرده بود. در تشییع جنازه تختی هزاران نفر از تهران شرکت کردند و در گورستان ابن بابویه به خاک سپرده شد. چندین نفر هم در جای جای ایران بعد از شنیدن خبر درگذشت او خودکشی کردند. تشییع جنازه بعدی در سال 1368 مربوط میشه به آیت الله خمینی که گرچه مرگش ناگهانی نبود، اما یک نقطه عطف سیاسی مهمی بود. این تشییع جنازه نه تنها یکی از شلوغ‌ترین تشییع جنازه‌های تاریخ ایرانه، بلکه سومین تشییع جنازه شلوغ تاریخ جهان هم هست. جسدش به مصلای تهران منتقل شد و بعد از اقامه نماز در 16 خرداد در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. اینقدر جمعیت تشییع جنازه زیاد بود که تابوت و کفن خمینی آسیب دید. چندین نفر کشته شدند و جسدش برای تکفین مجدد به جماران منتقل شد. گفته میشه که حدود 1/10 جمعیت ایران یعنی 6 میلیون نفر در این تشییع جنازه شرکت کرده بودند. تشییع جنازه عجیب بعدی تشییع جنازه فردینه که با وجود اینکه 20 سال از سینما فاصله گرفته بود، ولی چنان جمعیتی در تشییع جنازش حاضر شدند که نشون دهنده اعتبار سینمای قبل از انقلاب. احمد شاملو هم در سال 79 فوت کرد و میشه گفت که تشییع جنازه فروغ قبل از انقلاب مهمترین تشییع جنازه چهره ادبی بود و تشییع جنازه شاملو بعد از انقلاب همون نقش رو بازی میکرد. تشییع جنازه آیت الله منتظری هم که با تدابیر امنیتی بالا برگزار شد حدود 100,000 نفر رو در قم دور خودش جمع کرد.
نفر بعدی هم یک ورزشکار بود. روح الله داداشی برنده مسابقه قوی ترین مردان ایران که در 30 سالگی در یک درگیری خیابانی در کرج کشته شد. و 3 سال بعد باز هم مرتضی پاشایی در 30 سالگی در اوج شهرت به علت سرطان درگذشت که تشییع جنازه بسیار جنجالی و شلوغی داشت. اما آخرین و شلوغ‌ترین تشییع جنازه ایران که در دنیا هم رکورد شلوغ‌ترین تشییع جنازه تاریخ رو داره مربوط میشه به تشییع جنازه سردار سلیمانی که از نجف و کربلا و بغداد تا اهواز و مشهد و تهران و کرمان تشییع شد که مجموع جمعیتی که در این شهرها پیکر اونو تشییع کردند رکورد تاریخی رو شکست. این تشییع جنازه که سعی شد به نوعی یک نمایش قدرت و اتحاد از طرف حکومت ایران باشه، از نظر تعداد افرادی که در ازدحام جمعیت کشته شدند هم توی دنیا بی سابق است. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و ممنون میشم که برای حمایت از ویدیوهای ما اون رو لایک کنید و کامنتاتون رو برای ما بنویسید.